سبب معركه دعوت به ارتش بود. تفصیل نوی لطکوب کارمند میلیسه در استرافشان. رئیس شهر استرافشان گفت کارمندان میلیسه در شهر استرافشان لطکوب شدند. اونها برای جلب جوان به صف ارتش بدیه های لکت رفته بودند. قبلا رئیس وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت تاکید کرده بود که کارمندان میلیسه در زمین های خوجگه دیخونی این دیه معلومات فوری را می سنجیدند. احمد مامورزاده رئیس شهر استرافشان 3 آگوست سال 2023 ضمن نشست مطبوعاتی حادثه مناقشه ساکنان دیه های لکت و کارمندان میلیسه را شرح داد و تاکید کرد که سبب اساسی آن معرکه مهم سیاسی دعوت به صف قوه های مسلح بود. کارمندان مقامات کارهای داخلی سراغه نفری را که دعوتنامه برای ادای خدمت حربی گرفته و به کمیسارت حربی عذر نشده است معین کردند و برای گرفتن او به دیهه لکت رفتند. در همین مورد میان ساکنان دیهه و کارمندان مقامات نافهمی به میان آمد. گفت احمد مامورزاده: باید گفت که قبلا رئیس وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت با نشر نوار گفته بود که ساکنان دیهه لکت شهر استرافشان کارمندان میلیسه را هنگام تحقیق یک خبر اپراتیوی لطکوب کردند. سخن از مناقشه می رود که 31 مای سال 2023 در دیهه لکت شهر استرافشان رخ داده است. در نواری که رئیس وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت صحنه 2 ایول نشر کرده و بعدم پاک نمود، دیده می شد که یک گروه ساکنان با کارمندان میلیسه مناقشه دارند. رئیس وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت گفت در پی این حادثه نسبت به 9 نفر با 3 ماده از جمله عفو باشی و استفاده زوراوری به مقابل نمایندگان حکومت پرونده جنایتی بو شده، همچنین علیه 18 ساکن دیگر شهر استرافشان با اتهام می دعو باشی پرونده ماموری ترتیب داده شده است. پیوندان ساکنان بازدو شده حادثه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند کارمندان میلیسه دختر نابالغی را که به ماشین خود سوار کرده به صحرا بردند و نسبت او رفتار ناشایسته کردند. پس از فریاد دختر ساکنان اطراف به نزد ماشین جمع شده از کارمندان میلیسه شرح حادثه را طلب کردند و قضیه به مناقشه پیچیده است. با گذشت بیش از 2 ماه از حادثه و 1 ماه از رسانه‌ای شدن آن، احمد مامورزاده می گوید همچون رئیس شهر از حادثه پورا آگاه بود و عین حال تحقیق از جانب شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان جنبه شده است و پرونده از جانب دوستانی شهر بند و بست گردیده به دادگاه ارسال شده است. از روی معلوماتی که من دارم امروز 3 کس در حبس قرار دارند و 2 نفر با نظر داشته نبر آمدن از جای زیست آزاد شدند. روزهای نزدیک حلنامه سود شهر صادر می شود. گفت احمد مامورزاده. مورد به ذکر است که قبلا روقیه نیازقلوه مادر دختر نابالغی که دعوا دارد کارمندان میلیسه شهر دخترش را زوراً در ماشین خود نگاه داشته نسبتش رفتار و پیشنهاد غیر اخلاقی کردند. گفت کارمندان حکومت و دوستانی شهر به او فشار می آورند. او ضمن یک صحبت با آزیا پلیوس ذکر نمود که او را به حکومت شهر دعوت کرده آید به نوار از جران مناقشه پن شده پرسون شدند. در دوستانی شهر باشد از او پرسیدند که چرا با ژورنالیستان صحبت کرده است و گفتند اگر بار دیگر با ژورنالیستان صحبت کند او را نیز حبس می کنند. مقامات کارهای داخلی جزئیات حادثه را شرح نمی دهند و کوشش های ما هم برای دسترس کردن نظر نهادهای دخلدار نتیجه نداد. همین طور نامعلوم است که اگر کارمندان میلیسه برای تحقیق خبر فوری به زمینهای خوجگه دیخونی رفته باشند و یا طوری که رئیس شهر استرافشان ادعا دارد اگر برای جلب جوان به صف ارتش به دیهه لکت رفته باشند دخترک نابالغ در ماشین چه طور پیدا شد و چرا مادر او دعوا دارد که نسبت دخترش رفتار ناشایسته صادر شده است.